خب در ادامه ویدیوی قبلی میپردازیم به ادامه بحث ابزار ضروری در لینوکس خب من به شل لینوکس مجددا برمیگردم یوزرم رو وارد میکنم و پسوردم رو خب یکی موضوعی موضوعاتی که بهش توی اول بحث قبلی اشاره کردیم بحث environmental variables بود که اونجا ما دیدیم که environmental variables ها متغیرهایی هستند که با میتونیم اونها رو تعریفشون بکنیم و بهشون یه سری مقداردهی انجام بدیم و گفتیم که این متغیرها هیچ فرقی از لحاظ ماهیتی با همدیگه ندارم اونتا تفاوتشون اونجایی هست که نرم افزار ها یا کامند های مختلف نسبت به اینکه چه متغیری ست شده چه واکنشی رو نشون میدم برای اینکه شما بتونید لیست متغیرهایی رو که تعریف شده رو ببینید میتونید به کامند END تمامی متغیرهای محیطی که تعریف شده رو ببینید به عنوان مثال شما در این قسمت environmental variable پت رو میبینید که مسیرهایی رو که قرار هست که فایل های اکسترنال ما در اون قرار بگیرن رو به ما نشون میده و یا مثلا اینکه من الان با چه یوزری لاگین کردم و چیزهای مختلف دیگه برای اینکه مقدار اونها رو بخونید همینطور که در ویدیو قبل گفتیم شما میتونید با کامند اکو و علامت دالر اسم یک متغیر رو اسم یک متغیر رو وارد کنید و مقدار اون رو بخونید مثلا اکو دالر یوزر که مقدار روت رو برای من چاپ میکنه یا اکو دالر پت به این صورت اگر دوست داشته باشین خودتون هم میتونین یه سری متغیر تعریف بکنید مثلا میگیم نیم مساوی خمید و میتونم بگم اکو دلر نیم نکته که وجود داره متغیرها دو دسته هستن متغیرهای اینترنال و متغیرهای اکسترنال متغیرهای اینترنال متغیرهایی هستن که فقط توی شل فعلی شما یا اون فرزن اسکریپتی که توی فایل اسکریپتی که شما تعریفش کردین معنا دارن و توی خارج از شل و یا خارج از اون اسکریپت دیگر اون متغیر معنی نداره و اگر کسی بخواد اون متغیر رو بخونه مواجه میشه با این قضیه که انگار که اصلا اون متغیر وجود نداره <applause> نحوه تعریفشون هم دقیقا به همین صورتی هست که الان ما متغیر نیم رو تعریف کردیم و مقدار اولی همید رو بهش دادیم الان من اگر درون همین شل اکو دلر نیم بکنم ببینید که مقدار همید وجود داره ولی اگر من از همینجا یک شل دیگه ای باز بکنم به صورت داخلی با همون کامند بش وارد یه شل دیگه میشم ولی این بار اگر من بگم اکو دلر نیم میبینید که متغیر اینترنال نیم از شل قبلی به شل جدید انتقال پیدا نکرد اگر بخواید یک متغیر رو گلوبال تعریف کنید هم میتونید یه متغیر اینترنالی که از قبل تعریف شده رو با کامند اکسپورت اون رو گلوبال تعریفش بکنید و همین که تو همون لحظه تعریفش اکسپورت ور یک مساوی مثلا ولیو یک مقدار دهی بکنید نکته ای که هست کامند env فقط به شما متغیرهایی رو نشون میده که به صورت اکسترنالی تعریف شدن یعنی الان من اگر env بکنم پایپ گرپ uh, نیم بگم شما میبینید که خود متغیر نیم اینجا وجود نداره کامند گرپ یک کامندی هستش که به صورت سطری درون ورودی که به عنوان استاندارد اینپوت برای این کامند اومده سرچ میکنه و هر سطری رو که حاوی اون رشته ای باشه که ما بهش دادیم اون سطر رو برای ما لیست میکنه و سطح هایی که خوابی اون عبارت که ما بهش دادیم نباشه رو حذفش میکنه برای اینکه بتونیم متغیرهای اینترنال رو ببینید میتونید به کامند set این کار رو بکنید که حالا set رو بزنید میبینید که هم یه سری environmental variable ها رو خواهید دید و همین که احیانا یه سری فانکشن هایی که اگه از قبل توی بشتون تعریف شده باشه الان من مثلا با کمری ست پایپ میکنم گرپ نیم میبینید که اینجا نیم حمید وجود داره حالا من میخوام متغیر نیم رو گلوبال تعریفش بکنم با کامند اکسپورت این کار رو انجام میدم الان اگر من env بگیرم گرپ نیم بکنم میبینید که نیم اینجا وجود داره و با توجه به اینکه الان چون این متغیر یک متغیر اکسترنال هست شما اگر وارد یک شل دیگه بشین باز هم اگر اکو کنید دالر نیم میتونید به مقداری متغیر دسترسی پیدا کنید منطقه نکته ای که هست اینه که environmental وریبل ها تا زمانی که یک شل زنده هست و وجود داره و تو حافظه داره کار میکنه هستن توی حافظه و شما میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. اگر شما شلتون رو ببندین من الان اینجا دوبار کنترل دی زدم و به صفحه لاگین شل برگش لینوکس برگشتم یوزرم رو وارد میکنم و پسوردم رو میگم اگر یه بار دیگه من بیام این متغیر رو اکو بکنم میبینیم که باز اثری از این متغیر نیست برای اینکه ما بتونیم این environmental variable ها رو توی شل بتونیم یه جوری ذخیرش بکنیم که هر بار به شل وقتی برمیگردیم اون متغیرها مقدار دهی بشن ما دو تا فایل گلوبال داریم که میتونیم اونها رو تعریف بکنیم و ازشون استفاده بکنیم یکیش فایل توی شاخه ETC پروفایل هست و یکی دیگه فایل بشارسی. این دوتا فرقی که با هم دارن اینه که فایل بش ETC بش RC به ازای هر بار که شما وارد محیط شل میشین چه حالا بعد لاگین باشه چه اینکه مثلا خودتون کامند بش رو بزنید دوباره وارد یه شل دیگه ای بشین این فایل اجرا میشه و محتویاتش دونه دونه خونده میشه و اجرا میشه منطقه فایل uh, etc etc profile فایلی هست که فقط به ازای لاگین اتفاق میافته یعنی به محض اینکه شما یوزر و پسوردتون رو وارد میکنید و وارد یه یوزر میشین اونجا این فایل خونده میشه به عنوان مثال من الان میخوام به ازای هر بار وارد شدن به شل بش متغیر نیم مثلا ست بشه میام فایل etc bash rc رو باز میکنم میام انتهای صفحه و متغیر نیم رو ست میکنم و مقدار می همین رو بهش میدم و بعد فایل رو سیو میکنم و میبندم حالا اگر من یه بشی رو اجرا بکنم اکو دالر name بکنم میبینید که مقدار همین اینجا وجود داره اگر من لاگ اوت کنم دو مرتبه بیام یوزر پسورد وارد بکنم و بعد بگم اکو دالر نیم می میبینید مقدار حمید وجود داره خب حالا میتونم دو مرتبه اون uh, environmental variable رو مثلا بردارم دیدی دی این سطح رو حذف میکنم و فایل می یکی از چیزهایی که یکی از انوایرنمنتال وریابل هایی که تأثیر گذار هست توی پارامتر شل متغیر پی مان هست اکو دالر پی مان همینطور که میبینید الان من توی شل بش تو ابتدای هر کامندم یک عبارتی نوشته شده که اینها یه معانی خاصی دارن مثلا اون تیکه بعد از کروشه کلمه روتی که نوشته شده به این معنی هست که من با چه یوزری لاگین کردم اگر متغیر پی اس 1 رو نگاه بکنید میبینید که دقیقا بعد از کروش باز کارکتر بکسلش یو هست بکسلش یو یعنی یوزر لاگه این دقیقا متغیر پی متغیریه که داره تمپلیت پرامپت رو برای من مشخص میکنه که من به ازای اینکه uh, به شلم لاگین میکنم به ازای هر ست توی پرامت هم چی نوشته شده باشه uh, بعد از بکستش رو بینید علامت ساین هست که ات ادساین چاپ شده بعدش اسم ماشین شماست که اینجا الان مای لینوکس اسم ماشینم هست که از طریق متغیر بک... از طریق کیورد بکسلش اچ داره ساخته میشه بعد از اون من علامت تیلدا یا همون آکولادو دارم اه, که در حقیقت داره نشون میده که کرن دایرکتوری من چی هست و من الان توی چه پوشه ای هستم و بعدش کروشه بسته و بکسلش دالر که در اصل مشخص میکنه که من با چه سطح دسترسی الان وارد شل شدم وقتی توی صفحه پرامپتتون شما علامت نامبر ساین رو میبینین این به این معنی هستش که شما یک یوزر پریویلیجد هستین یعنی یه یوزری که دست میتونید دستورات های پریویلیج رو اجرا بکنید یعنی یوزری uh, هستین که uh, شما هیچ محدودیتی توی اجرای کامند ها ندارید که این اتفاق فقط برای یوزر روت به صورت پیش فرض تو لینوکس میافته uh, اگر شما یک یوزر معمولی باشید اون موقع به جای شارپ علامت دالر ساین چاپ میشه که اون وقت به این معنی هست که شما یک یوزر معمولی هستیم و فقط میتونید یه سری کامند های با سطح دسترسی پایین رو اجرا بکنید مثلا فرض بکنید که لینوکستون رو نمیتونید ریبوت بکنید یا مثلا نمیتونید سرورتون رو خاموش بکنید با یک یوزر معمولی منطبع وقتی که شما با یک یوزر های Privilege لاگین میشید مثل مثلا یوزر روت اون وقت شما میتونید تمامی کامند ها رو بدون محدودیت اجرا بکنید حالا من این رو گفتم که مثلا میخواستم یک تغییر خیلی ساده توی متغیر PS1 انجام بدم مثلا الان نگاه کنید من میرم با کامند CD Change Directory میخوام تو شاخه ای که من الان هستم جای خود رو عوض بکنم مثلا میخوام برم به شاخه ور اسلش لیب مثلا RPM من الان اومدم به یه شاخه دیگه Uh, توی PS 1 با توجه به اینکه برای نشون دادن کرن دایرکتوری از بکستش دبلیوی بزرگ استفاده شده توی توضیح سنتو اس uh, شما فقط اسم دایرکتوری آخری که الان توش قرار دارین رو میبینید یعنی آر ولی مسیر کامل رو نمیبینید یعنی مثلا اسلش ور اسلش لیب اسلش اگر دوست داشته باشید که مثلا توی محیط پرامپتتون به شما نشون بده که الان فول پت شما کجاست و الان شما دقیقا کجا هستین کافیه که متغیر PS1 رو ادیت بکنید و بکسلش W بزرگ رو تبدیل بکنید به بکسلش W کوچیک این متغیر در از توی فایل etc سی, سی وجود داره که میتونید ادیتش بکنید من اینجا وارد یه صفحه ای میشم که مثل اسکریپت به زبان بش نوشته شده تو این صفحه من با کاراکتر اسلش پی اس وان رو سرچ میکنم پی اس وان به صورت بزرگ می میبینیم که توی این قسمت صفحه متغیر پی اس وان داره مقدار دهی میشه با بک اسلش یو ات ساین بک بک w بزرگ من کلید r رو یه دفعه میزنم و بعد کلید w رو فشار میدم که w کوچیک ریپلیس بشه با w بزرگ فایل رو سیو میکنم و ازش خارج میشم یه دفعه کامند بش رو اجرا میکنم که بیفتم توی شل جدید اینجا میبینید که الان دیگه پرامپت شل من برای من آدرس رو کامل مینویسه و دیگه فقط به اینکه اسم اون دایرکتوری آخری که من توش قرار دارم رو دیگه فقط اون رو نشون نمیده و این آدرس رو به صورت کامل به من نشون میده خب این از نحوه پرزیست کردن متغیرها در این وایمنت همینطور شما میتونید اگر مثلا کامند ایلیسی برای خودتون تعریف میکنین مثلا فرض بکنید من میخوام یه کامند ایلیسی تعریف کنم به اسم ایلیس ستا ال مثلا اگر این اجرا بشه یه کامند خاصی کاری ندارم چیکار میکنه میخوام این اجرا بشه نه من اگه بزنم ستا ال به جاش ls اجرا بشه منطال اگر من باز از شل خارج بشم و دوباره برگردم میبینید که ستا ال دیگه کار نمیکنه و کامن نات میده و اگر توی ایلیس نگاه کنید میبینید اثری از ستا ال نیست خب اینجا هم باز من نیاز دارم که این کامند رو یه کاری بکنم که کانفیگش سیو بشه یا اصطلاحا پرزیست بشه که من اگر مثلا لاگ اوت لاگین میکنم باز بتونم به این کامند دسترسی داشته باشم خب از اونجایی که من میخوام که این کامند ستا ال برای همه ی یوزرها وقتی که لاگین میکنن براشون تعریف بشه من میتونم بیام این کانفیگ رو توی فایل etc اسلش پروفایل تعریف بکنم که بعد از اینکه هر یوزر لاگین کرد بتونه به این کامند دسترسی داشته باشه من میام اینجا کلید او رو میزنم alias ستا l ال، ls سینگل کتو میزنم ls dash a l h i لاگ اوت میکنم دوباره روت پسوردم و این بار اگه alias بزنم شما میبینید که کامند الیس سه تا ال اینجا تعریف شده و من اگر اینجا ال 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 بزنم میتونید ببینید که من به این صورت میتونم به این دستور دسترسی داشته باشم یه نکته دیگه ای هم میخواستم بگم این بود که شما وقتی که یه متغیری رو تعریف میکنید مثل نیماساوی حمید و بعد اکو کنید متغیر رو اگر دوست داشته باشید میتونید بعد از اینکه کارتون تمام شد مثلا اون متغیر رو بکنید برای پاک کردن یه متغیر حالا چه متغیر متغیر اینترنال باشه چه متغیر متغیر گلوبال باشه میتونید به کامند آنست اسم متغیرتون اون متغیر رو پاک بکنید الان من اگه دوباره اکو نیم بزنم میبینید که محتوای متغیر خالی هست البته شما میتونید مثلا با آنست با کلید فاصله مثلا چند تا متغیر رو هم پشت سر هم دیگه پاک بکنیم اگر بخواید این کار رو برای چندین متغیر انجام بدید توضیح بعدی در مورد فایل های بنر هستن ما دو نو فایل بنر داریم توی شل یه دونه فایل /etc/mod و فایل اسلش etc اسلش ایشو فایل اسلش etc اسلش مود دی که اگر اونا کتش بکنیم به صورت پیش فرض که این فایل خالیه هر عبارتی که شما درون این فایل بنویسین هر یوزر وقتی بعد اینکه لاگین بکنه این پیغام رو می‌بینه مثلا من میام اکو میکنم میگم ویلکام تو مای لینکس باکس و اینو میرزم توی اسلش ای تی سی دی لاگ uh, اوت میکنم روت پسوردم میبینید به محض اینکه من لاگین به این صفحه میشم uh, عبارت welcome تو my linux باکس توی uh, بالای صفحه برای من چاپ میشه این اثری هستش که uh, فایل استش ای تی سی, استش دی, uh, به ازای بعد لاگین هر یوزر اون متن رو برای من چاپ میکنه من دوباره میام این فایل رو خالی میکنم به دو روش میشه یه فایل رو خالی کرد همین که این فایل رو من بیام اینجا باز بکنم کلید دیدی رو بزنم و بعد فایل رو سیف بکنم از قصد این فایل رو سیف نمی کنم میام میگم ETC می میبینید که این محتوا وجود داره میتونید با علامت بزرگتر از اسم فایل یک فایل رو خالی کنید اگر بگم کت ای پی سی مود دی میبینید که این فایل الان دیگه خالی شده این هم یه روش دیگه هست که بخواید خیلی سریع محتوای فایلی رو پاک بکنید منتها خود فایل وجود داره ولی محتواش خالی شده فایل بعدی فایل etc شادو هست که من کت بکنم etc شادو مذارت میخوام فایل etc ایشو هست کت etc ایشو Uh, اینجا شما میبینید که uh, من یه عبارت پیشورزی رو دارم uh, <coughs> توی این عبارت پیشورز uh, شما میبینید یه کارکتر بکستش اس بزرگ وجود داره و کرنل بکستش آر آن ان ام این در حقیقت همون عبارتی هستش که توی بالای صفحه لاگین نوشته میشه بکستش اس به شما ورژن دیستریبیوشنتون رو نشون میده و کرنل بکستش آر همینطور ریلیز نامبر یا شماره ورژنی که کرنلتون داره رو بهتون نشون میده من اگر دوست داشته باشم میتونم توی این فایل یه ادیتی انجام بدم که دیگه از این بعد به هر بار صفحه لاگین بتونم این uh, توضیحات رو داشته باشم مثلا میگم please enter your username and password فایل رو سیو میکنم میبندم کنترل دی میزنم میبینید که عبارت please enter your username and password توی بالای صفحه لاگین برای من چاپ شده این ایتیستی ایشون به این صورت خب نکته بعدی در مورد این هستش که ما بفهمیم وقتی توی لینوکس میخوایم یک کامندی رو بزنیم بدونیم که چه آپشن هایی داریم، چه آرگومان هایی داریم و هرکدوم از اون آپشن ها چه کاری برای ما انجام بیان چندین روش برای این کار وجود داره یکی از روش ها این هستش که از خود اون کامند مثلا مثل کامند LS بخواهیم که هلف خودش رو به ما نشون بده اکثر کامند ها این آپشن رو پیاده سازی کردن و وقتی شما بهشون مقدار دش دش help رو پاس میدین به شما توضیحاتی در مورد کامند خودشون و آپشن هایی رو که میپذیرند رو نشون میدن حالا با توجه به اینکه خروجی این آپشن زیاد بود من اینو پایپ میکنم داخل لس که بتونم دقیق ببینم که به چه صورت هست به عنوان مثال الان شما میبینید که آپشن های مختلفی واسه کامند ls وجود داره البته بالاترش در مورد خود Usageش گفته که میگه Usageش به این صورتی که شما مینویسید ls آپشن و بعد لیست فایل ها رو جلوش بهش میدین توی توضیحش هم بهتون میگه لیست information about د فایلز بعد توی قسمت پایینتر تر شما آپشن هایی رو که میتونید به این کامند ارسال بکنید رو میبینید مثلا فرض بکنید که کامن uh, یه آپشنی وجود داره به اسم داش ای که هم میتونید به صورت داش ای بنویسید هم میتونید به صورت داش داش آل به صورت کامل این آپشن رو ارسال بکنید کلا کارش هم این هستش که uh, به صورت دیفا توی لینوکس فایل هایی که اسمشون با حرف دات شروع میشن به عنوان فایل های هیدن محسوب میشن که وقتی شما ls a میزنید این باعث میشه که فایل هایی هم که حتی هیدن هستن رو هم به شما نشون بده مثلا من اگر اینجا ls خالی بزنم شما میبینید من اینجا یه سری فایل دارم ولی اگر مثلا ls a بزنم موقع شما یه سری فایل های دیگه ای رو هم میبینید که یهو ظاهر میشن که قبلا نبودن و اونها هم فایل هایی هستن که با حرف دات شروع میشن به این معنی که این فایل ها فایل های هیدن هستن که من میتونم با کامند ls-a این all ها رو ببینم یا مثلا آپشن دیگه ای که خیلی پرکاربرد هست در کامند ls-l هست که این پایین میبینید میگه که -l -l کوچیک منظورم هست البته که یوز لانگ لیستینگ فرمت که میاد فایل رو به صورت ستونی برای شما چاپ میکنه و با توضیحات بیشتر مثلا من میگم ls-l میبینید که همون فایل قبلی رو حالا اومده با یه جزئیات بیشتری داره برای من توضیح میده مثلا اگر ما بخوایم چندین چند آپشن رو کنار هم دیگه بزنیم مثلا فرض بکنید که من هم میخوام آپشن A رو بزنم هم آپشن L رو هم میتونم به صورت LS فاصله L فاصله A بزنم هم میتونم به صورت چسبیده به همین کار بکنم LS داش یا مثلا LS داش A فرق نمیکنه تقدم تاخرشون اهمیتی نداره اه خب پس دیدیم که یکی از روش هایی که ما میتونیم هلپ یک کامند ببینیم این هستش که از خود کامند به واسطه فرستادن آپشن دش هلپ یا دش اچ بخوایم که به ما توضیحات کامند خودش رو ارائه بده یکی دیگه از روش های استفاده از کامند منوال یا به اختصار من هست که میاییم میزنیم من ال اسم. که اینجا ما از طریق کامند من میتونیم به منوال پیج کامند ls دسترسی پیدا بکنیم که توی قسمت نیمش اومده توضیح داده کامند ls کامندی هست داشت که براتون لیست دایرکتوری کانتنس میکنه توی قسمت سیناپسس به شما مدل نوشتن یا اینکه با چه فرمتی باید این کامند رو بنویسید رو توضیح داده توی قسمت دسکریپشن یه توضیحات کامل‌تر و در قسمت مندیتوری arguments هم آپشن هایی رو که میتونید اینجا داشته باشید رو برایتون لیست کرده <applause> ما چندین نوع منوال پیج داریم حالا اگر مثلا نگاه بکنید توی قسمت بالای سمت، بالا سمت چپ صفحه نوشته شده LS داخل پرانتز یک یعنی این منوال پیج یک کامند LS هست حالا اینکه این اعداد این چه معنی دارن شما میتونید با خود کامند من که منوال کامند خود منوال رو ببینید یعنی من من میتونید ببینید که این اعداد به چه معنی هست توی پایین صفحه برای شما نمایش داده که اینها به چه معنی هستن ببخشید من همین بالای صفحه بود که ردش کردم متوجه نشدم دقیقا همینجا از اون قسمتی که اعداد یک تا نخ رو داره به ما نشون میده داره میگه که ما چه منوال پیج هایی رو داریم پرکاربر ترین این منوال پیج ها منوال های شماره یک پنج و هشت هست که شماره یک گفته که برای ایگزیکیوت به پروگرامز او شل کامنز هست منوال نامبر شماره پنج مربوط به منوال های فایل فورمت ان کانونشنه مثلا مثلا فایل ای تی سی پستر مثلا و منوال نامبر شماره هشت هم سیستم ادمنستریشن کامنز هستش که کامندهای های که سیستم ادمین ها از اون استفاده میکنن حالا به عنوان مثال وقتی ما زدیم من ال که به ما به صورت پیش و اومد پیج یک رو نشون داد در حقیقت اومد از عدد شماره 9 شروع کرد اومد شماره 8 رو چک کرد 7 رو چک کرد 6 رو چک کرد الی آخر تا جایی که یک منوال پیج رو پیدا کرد و به ما نمایش داد اگر برای یک کامندی چند منوال پیج وجود داشته باشه شما میتونید فورسش بکنید که مثلا به من منوال پیج شماره یکه مثلا LS رو نشون بده یا مثلا اگر منوال پیج شماره پنجی وجود داره به من نشون بده که اینجا میگه که مثلا منوال پیج شماره پنجی وجود نداره در واقع کامند منوال کاری که داره انجام میده این هستش که میاد از یه شاخه خاصی که شاخه s یو اس آر من اینکه چه منوال پیجی رو میخواد لود بکنه مثلا اگر منوال پیج یک هست من یک اسلش ال مثلا یک دات رو برای شما موقعی که من ال اس میزنید رو لود میکنه که گفتم با توجه به اینکه چه منوال پیج های وجود داره از نه تا یک میاد توی شاخه اصلاح 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 من توی از فایل های من نه تا من یک رو نگاه میکنه اگر فایلی وجود داشته باشه خودش اون رو به صورت پیش برز به شما نشون میده و اگر هم چند منوال پیج برای یک کامند وجود داشته باشه اون موقع شما با کامند من فاصله شماره منوال پیج فاصله اسم کامندتون میتونید فورس بکنید که از من شماره X که اون عدد رو خودتون میگین براتون اون منوال پیج رو لود بکنید یعنی من X LS کامندتون در حقیقت .x.gz به این صورت یه موقعی هستش که شما دوست دارید که مثلا بدون در مورد یک کتگوری مثلا پارتیشن بندی چه کامند هایی وجود داره شما میتونید با کامند من فاصله داش کی فاصله مثلا کتگوری پارتیشن به شما میگه که برای گروه پارتیشنینگ مثلا برای شما کامند هایی وجود داره مثل اد پارت سی اف دیسک دل پارت کی پارتیکس OS Prober و چیزهای مختلف که هر کدوم توضیحش رو جلوش براتون نوشته و اگر جزئیات بیشتری بخواید میتونید منه مثلا همون کامند رو بزنید مثل مثلا من پارتت که بیاید به داکیومنت اون کامند اساسی داشته باشید ببینید اون این کامند چیکار میکنه چه توضیحاتی داره و چه آپشن هایی رو از شما میپذیره تا اینکه کارهایی که براش تعریف شده رو انجام بده من دو مرتبه کید رو میزنم و از این محیط خارج Uh, یکی دیگه از کامند uh, هایی که برای نمایش هلپ وجود داره کامند اینفو هست که شما مثلا میتونید بگید اینفو فرزن ls که این هم باز یکی از روش هاییه که uh, شما میتونید هلپ یک کامند رو ببینید بعضا ممکنه پیش بیاد که شما برای کامندی مثلا منوال پیج نداشته باشین اون موقع میتونید مثلا کامند اینفو رو هم چک بکنید ببینید که آیا برای uh, اینفو داکیومنتی سب شده یا نه کامند دیگه ای هم وجود داره به اسم هلپ این کامند هلپ بیشتر برای توضیحات کامند های اینترنال استفاده میشه مثل مثلا کامند اینترنال اکو می نویسید هلپ اکو به شما میگه که اکو یک کامندیه که write arguments میکنه تو ده standard output و این آپشن ها رو هم میتونه داشته باشه یا مثلا هلپ فرزن سی دی سی دی هم باز یکی از کامنت هایی هستش که جز کامند های اینترنال یا شل بیلتین محسوب میشه که میتونید با کامند تایپ ببینید که تایپ این کامند چی هست که اینجا به شما میگه سی دی از شل بیلتین خب ما مباحثمون توی این فصل تموم شد من ویدیو رو متوقف میکنم تا بریم به سراغ فصل بعدی